دوستان و همراهان همیشه کانال هنس نظری MMA، درود بر شما از بلگراد سربستان، محل برگزاری قهرمانی جهان در خدمت شما عزیزان هستم. دلاور کشورمون امین میرزازاده، بادوبند قرمز در مقابل کشتیگر ترکیه رضا کایار، کشتیگیر نامی ترکیه و جهان قرار گرفته. بادوبند آبی، البته دو بنده دو کشتیگیر رنگشون تیره است و نزدیک به هم، ولی خب بانداژ قرمزی که روی پای دلاور کشورمون هست نشون میده که دو بندش قرمز رنگه. راسته هم دیگه کار میکنن. رضا کایار کشتیگیر نامی المپیک جهان و ترکیه، 26 فقط مدال طلا، نقره و برنز المپیک جهان و اروپا رو تو کارنامه خودش داره. در مقابل دلاور کشورمون، دلاوری از خوزستان به روی تشک اومده، دلاور کشورمون با اقتدا خوش رو به فینال رسون. راسته هم دیگه کار میکنه، همچنان کشتی کم افت و خیز دنبال میشه. هر دو کشتیگیر مطمئنا میخوان که افتار اول رو به حریف بدن، چون هر دو کشتی در خواهی خوب میشنن و بارانداز زن قهاری هستن. ببینیم داور تصمیمش چی هست. خب حالا رضا کایار باید در خاک دلاور کشورمون میشینه. میرزازاده باید بارانداز کنه این کشتیگیر رو، نباید بذاره 3 دقیقه دوم بهش اختار بدن، چون رضا کایار بارانداز زن قهاری هست و در خواهی خوب کار میکنه. خب کشتیگیر ما در خواهی خوب میشینه، ببینیم چه میکنه. رضا کایار هم خوب داره جا به جا میشه، ببینیم میتونه بکنه یا نه. فشار زیادی داره میاره ولی هنوز نتونسته بکنه. حالا داره نشون میده که میخواد لیفت کنه. ببینیم چقدر خوب داره جا به جا میشه این رضا کایار، چقدر خوب داره جا به جا میشه این رضا کایار. عرض کردم رضا کایار همیشه سعی میکنه همیشه گرد و پیش ببره، اختار رو به حریف میده و در 3 دقیقه دوم وقتی اختار رو روی حریف میزنن بارانداز میزنه و کار رو تمام میکنه. امیدواریم که میرزازاده مثل همیشه در خاک قرص و محکم بشینه. این سمت تماشاچی های ترکیه و سمت مقابل تماشاچی های ایران یک پارچه تشویق میکنن کشتیگیراشون رو. دلاور کشورمون در دور اول تونست که کشتیگیر از قزاقستان رو شکست بده، علیم خان قزاق رو 5-0 شکست داد. در دور دوم سبا شریعتی کشتیگیر ایرانی الاصل آذربایجان رو 9-0 شکست داد. مرحله بعد گاجای گرجستان رو 1-1 برد و در نیمه نهایی هم کانتاس لیتوانی رو 2-1 شکست داد و به فینال رسید. در مقابل کشتیگیر بزرگی چون رضا کایار قرار گرفته. تا به اینجای کار 1-0 جلو هست، همچنان رو دسته همدیگه کار میکنن. هر دو کشتیگیر با احتیاط و تومنینه دارن ادامه میدن. هر دو کشتیگیر گلدور خوش نفس و چغیر هستن. ببینیم کدومی که این دو کشتیگی به مدال طلا میرسه. امیدواریم که کسی نباشه جز میرزازاده دلاور خوزستانی ما. ما طلایی دشت نکردیم تو رقابت های فرنگی امسال، تنها مدال با ارزشمون نقره بود که دیروز رضا گرایی گرفت. یک نقره توسط رضا گرایی و یک برنز توسط ساروی دریافت کردیم. خب سیستمی وقت استراحت فرا میرسه، داروشی که نزد مربی های خودشون میرن. این سو رسول جزینی و محمد بنا توصیه لازم رو میدن به کشتیگیرشون و این طرف تشکم ترک ها دارن رضا کایار رو آماده میکنن برای 3 دقیقه دوم. دلاور کشورمون طلای آسیا رو داره در سال 2020 در دهلی نو، طلای امیدهای جهان رو گرفت 2022 در همین شهر در سربستان، طلای جوانان جهان رو داره در 2018، برنز جوانان جهان، طلای جوانان آسیا، طلای نوجوانان جهان، یعنی دو طلای نوجوانان و جوانان جهان رو داره. امیدواریم طلای بزرگسالان جهان رو هم امروز دست کنه و ویترین مدال‌های تلاش کامل بشه. خب 3 دقیقه دوم آغاز میشه و عرض کردم کشتیگیر ترک حالا میخواد که اختار بگیر از کشتیگیر ما و گلدار داره رو به جلو کار میکنه. کشتیگیری که در 3 دقیقه اول آروم داشت اداره میکرد کشتی رو، کشتیگیر ما هم پاپس نمیکشه، ولی خب یه جرایی تو این شرایط داورها اختار رو به حریف میدن. رضا کایار رو ببینیم اصلا پاپس نمیکشه، قرص و محکم باستاد جلوی کشتیگیر ما. خب حالا
میرزازاده باید در خاک بنشینه، باید مراقب باشه. عرض کردم باراندازن قهاری است. فریادهای رسول جزینی که میگه باید به تشک بچسبی. ببینیم چه میکنه. اون مومن در خاک کرسو محکم میشینه، ولی خب در مقابل رضا کایار یه مقدار کاش سخته. خب داره جا به جا میشه میرزازاده، حالا لیفت میکنه. چقدر گل داره این رضا کایار، امیدواریم که امتیاز نده. داور میتونه دیگه سرپا بده، یک بار دیگه لیفت میکنه. پای قوی داره، فشار زیادی داره میاره. نتونست با اندازش رو به اجرا بذاره. عرض کردم تو خواهی گرس و محکم میشینه، ولی خب در مقابل رضا کایار تو خاک نشستن واقعا هنر میخواد، واقعا جوان مردی میخواد. امتیازی نداد و تا به اینجای کار رضا کایار بگه برنده میدان هست. امیدواریم که میره که حالا حتیش خارجش کنه، ببینیم میتونه بیش بنداز خاکش کنه یا نه. واقعا اگر رضا کایار رو شکست بده شگفتی کرده. ۲۶ مدال طلای جهان المپیک و اروپا رو داره، فقط 10 طلای اروپا رو داره رضا کایار. یه لحظه استارت زد، تعقیبش کرد کشتیگیر توکیو. یک دقیقه 20 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. بعد رضا کایار خسته نشون میده، امیدواریم که بتونه یه امتیاز بگه. حتی خروج از تشک هم میتونه ما رو برنده میدان کنه. داور تذکر میکنه سرگردن بالا باشه. ببینیم چه میکنه در ادامه کار دلاور کشورمون. درخواست کمکاری میکنه رئیس تشکیم برای کشتیگیر دوندی آبی، ولی فکر نمیکنم در خاک بنشونه. بله عرض کردم میرزازاده سرپا بهتر کار میکنه، تو خاک نمیشه از این کشتیگیر امتیاز گرفت، همونطور که رضا کایار نتونست از دلاور ما امتیاز بگیره. دست از تو گرو گرفته، تحت فشار گذاشته آراخ کشتیگیر توکیو. خوب داره کشتی میگیره، رو به جلو هست. اگه یه امتیاز بگیریم میتونه اداره کنه کشتی رو. استاد اداره کردن کشتی است میرزازاده. داریم به مرز 40 ثانیه میرسیم. راه کشتی رو بسته رضا کایار، یه لحظه نشست برای کمرگیری، ولی هوشیار رضا کایار، کشتیگیر با تجربه و عنوانداریه، راه کشتی رو کاملا بسته. ببینیم چه میکنه داره برای کشورمون. امیدواریم که یه طلا دشت کنیم حداقل امسال. پارسال علاوه کشورمون علی اکبر یوسفی طلا گرفت. 10 ثانیه من به ثانیه پایانی کشتی نزدیک میشیم و 3 ثانیه 2 ثانیه 1 و متاسفانه تمام و ما به مدال نقره این وضع میرسیم. هر دو کشتیگیر خسته، فشار زیادی به هم دیگه آوردن. دلاورانه جنگی در مقابل رضا کایار واقعا یک بر یک کشتی رو واگذار کردن، کار هر کسی نیست. دلاورانه جنگی کشتی زیبایی گرفت، ولی خب تاکتیک رضا کایار بود که اختر اول رو به خودش بدن. عرض کردن ده هم ابتدای کار گفتم من شگردشون هست، ولی خب تبریک میگیم به دلاور کشورمون مدال نقره قهرمانی جهان رو بهش، به خانواده محترمش، مربی عزیزمون و شما کشتی دوستان عزیز. مردانه جنگید، کشتی زیبایی گرفت دلاور کشورمون. دوستان با لایک و کامنتاتون خستگی از تن کشتیگیر عزیز کشورمون به در میکنید. تا دور دیگر، بدرود دوستان. دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظری ام ام ای، درود بر شما. کنار من نایب قهرمان جهان، مسابقات قهرمانی جهان بلگراد سربستان قرارده امین میرزازاده عزیز. خب امین جان ممنون که وقت در اختیار بنده و بینندگانمون قرار گذاشتین. کشتی هایی که گرفتی، حریف هایی که داشتی و مدالی که به گردن داری. خدا رو شکر حدود 5 کشتی، آره 4 کشتی، روز اول کشتی هم فینال گرفتم. من قبل مسابقه یه سرماخوردگی داشتم، خیلی شرایط بدی بود، ولی خب خدا رو شکر با کمک کادر فنی و آقای سینا طالبوند مربی بنده که همراهمون بود تونستیم شرایط رو بهتر کنیم و تونستم کشتی ها رو روز اول در بیارم. تو روز پایانی هم تو فینال هم کشتی خوب بود، طبق نقشه‌ای که ریخته بودیم هم پیش میرفت، ولی خب اونجا که
زیر کت زدم یه خورده تن رضا کهال تو روحانی بود و از دستم در رفت و اونجا اگه میشد خیلی خوب بود، ولی خب دیگه دقیقا ما هم گفتیم تموم شد دیگه. واقعا کشتی زیبایی گرفتی. من فکر نمی‌کردم کایال، یعنی کایال تموم کرد دیگه، تموم شد بود واقعا. خیلی زیبا کشتی گرفتی. آره دیگه نفس‌های آخرش بود، ولی خب دیگه نشد که بشه. زنده باشین. به هر حال نقره شما کمتر از طلا نیست برای من، مردم ایران همه دوستتون دارن. ان شاء الله که مرحله بعدی طلای المپیک شو بگیم. پیامی برای مردم ایران دارین؟ تشکر میکنم از همه مردم که با دعای خیرشون و انرژی مثبتشون ما رو همراهی کردن. انشالله دعا میکنم بتونیم توی مراحل بعدی مسابقات جهانی سال و مسابقات المپیک هم موفق باشیم. به امید خدا. ممنون. خدا نگهدارتون.